بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیزم، بیننده های خوب تلویزیون یک، شبتان بخیر، وقتتان بخیر. انشالله که خوب باشین، صحتمند باشین و تندرست باشین و همچنان روز را به خوبی خوشی به اتمام رسانده باشین و همچنان که امشب را به خوبی آغاز کرده باشین. دقیقاً 9 بجه شب شد و شما هم بیننده برنامه خودتان، برنامه رقابت یک، از طریق تریبیون تلویزیون یک هستین و ما هم خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر این فرصت را برام داد تا در برنامه رقابت یک در خدمت شما باشم و امید دارم که امشب اشتراک کننده های ما که آمده هند تا رقابت داشته باشند، شور، هیجان، انرژی و همچنان خوشی و لبخند را به شما هدیه کنند، بتانند در پهلوی از این که اوقاتشان به خوبی سپری میشه بتانند 100,000 افغانی جایزه بزرگ ما را از استدیوی برنامه رقابت یک با خود ببرند. و خیلی پر حرفی نمی کنم، شما را هم منتظر نمی مانم، به افتخار تیم صمیمیت دوستا خوب کف بزنید. سلام و شبتان بخیر، بسیار خوش آمدین. سلام، شبتان بخیر. سلام، شبتان بخیر. کمک فاصله هم بگیرین، این به تو سعیست خوب است. سلام، شبت بخیر، وقتت بخیر، بسیار خوش آمدی. در قدم نخست یک معرفی بر ما و هموطنان ما کمیل عزب بیننده برنامه رقابت یک هست داشته باشم. سلام علیکم، خدمت شما. علیکم السلام. تیم مقابل، همکارای تکنیکیتان و وطندرهای عزیزی که ما را طریق تلویزیون بیننده هستن، عبدالمبین مرادی هستم، یک تن از اشتراکنده برنامه زیبایتان. مبین جان بسیار زیاد خوش آمدی، انشاءالله که برنامه خوب داشته باشیم. سلام به شما، همچنان شبتان بخیر، شما همچنان خوش آمدین. سلام و عرض ادب به شما برادر جان و تمام همکاران شما و همچنان کسانی که ما را از پرده تلویزیون یک میبینن. عبدالله سمیم هستم، یک تن از اشتراکنگان برنامه رقابتی یک. عبدالله سمیم، عبدالله جان و همچنان مبین جان، هر دوی شما را به برنامه ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که امشب رقابت خیلی خوب با حریفانتان داشته باشین. از عبدالله میخوایم بپرسم که چقدر آمادگی گرفتی، گیمای ما را تمرین کردی، تمرین داشتی یا خیر؟ ولی نه تمرین نداشتم. تمرین نداشتی؟ دیدی برنامه را، روال برنامه را میفهمی؟ برنامه را دیدم. تمرین به خاطر که در درس‌های خودت مصروف هستیم دیگه، تمرین نداریم. چی درس میخوانی؟ مصروف چی هستی؟ پانتون پروان امتحانام هست دیگه، در مصرف امتحانام هستیم، وقت به خاطر تمرین نمیدارم. کدام رشته را درس میخوانی؟ رشته اقتصاد. اقتصاد. عبدالله جان یک کمک پر انرژی گپ بزن، پر انرژی باش. میدانم امروز هم کلان شاید شما درس خوانده باشین، مصروف بوده باشین، خسته هستین، اما کوشش کنین امشب پر انرژی باشین تا اینکه بتونین 100,000 افغانی را برنده شوین. بخیر باشید، با امید خداوند سلامت باشین. و مبین جان خودت مصروف چیکار هستی؟ خودم هم محصل هستم. محصل کدام رشته؟ محصل رشته اقتصاد هستم، سال 3 از بخیر پانتنی پروان. شما دو نفر دیگه در یک سنف هم سنفی هستین؟ نه خیر، اینا سنف اول هستم، من سنف 3 هستم. خودت سنف 3 هستی، اونا سنف اول هست، خودت دیگه سنف اول هستی، خودت سنف 3 هم هستی. بله. یک سالت مانده؟ یک سال مانده. اهداف و پلانای چی هست؟ چی میخوایی در آینده بخیر؟ به کدام قله ها میخوایی برسی؟ ما این رشته را به خاطر انتخاب کردیم که کشور ما در وضعیت اقتصادی خراب است و معمولا یک رشته خوبی است که بیشتر کاربرد داره امروز در جهان. یک سال دوره لیسانس مانده و تصمیم به این است، اهدافم که بخیر دوره ماستری را در پالش بخونیم و محضر خدمت شاییم برای کشور و برای هموطنان. شما دوستا رشته اقتصاد را میخوانین و بیشتر میدانین که چگونه پول را مدیریت کنین. حالا اگر من میخوام از خودت بپرسم مبین جان، 100,000 افغانی را خودت از برنامه ما ببری، چقدر ما زیانمند میشیم؟ از نگاه اقتصاد همیشه وقتی که یک چیز را مصرف میکنی باید در مقابلش یک چیز دیگر را به دست بیاری و هیچ چیزی را که میشه ما این احتمال شد که برنده شویم حتما برای شما یک مفادی است. چی فکر میکنی عبدالله جان خودت؟ به نظرت میتونین امشب شما اولین اشتراک کننده های ما باشین که از برنامه ما پول را ببرین؟ نه رحیمی صاحب، ما کس همیشه امید خدا به خداوند میکنیم. انشاءالله با امید خداوند همیشه هر کاری که شروع کردیم انشاءالله تعالی موفق میشیم. دیگه ما اصلی مدف ما این نیست که پول دریافت کنیم، همین که یک لحظه خوشی رو با شما بگذرانیم یک خیلی کلون یک افتخار شما لطف کنین سلامت باشین. ما اصلا مطلب ما اینه بود که پول ها یک تفریح خیلی جالب و دیدنی میشه و کوشش داریم که به این طریقه حتی تقریبا دو ماه میشه که نه خانم نرفتیم، به پدر و مادر خواهم می پیام خود برسونم که ما رفتم از پرده تلویزیون ما ببینه. یک دفعه امیل لحظه دیگه پدر جان و مادر جان بیننده هستن و شاید پدر و مادر خودم هم تقدیم میکنم دیگه
اگر ببینندش بازم امیدوار است که سریع و شاید هم همین لحظه دعا کنند که خدا کنه عبدالله جان و مبین جان اردیشان برنده شوان و پول بیارن خانه. دعا از او همیشه پشت ما هست، امتحان هم که از هر امتحان که میباشه دعا میکنم انشالله ناکام نمانده امتحان. دعای پدر مادر وقت پشت سرت باشه هیچ گاهی ناکام نمیمانی و روی خاری رو نمیبینی در زندگی. این یک چیزی حیان است که همیشه کسی که دعای پدر مادر رو برده در هر حالتی که باشه خداوند هیچ کس تنها نمیمانه، خداوند او کس رو که تنها نمیمانه. بدون شک ما به امید خداوند و دعای پدر مادر هم به درسای خود ما امیدیم و هم اینجا که اومدیم به خاطر خوشحالی اومدیم، چه پدر مادر را چه دوستا و چه هموطنای خود خوشحال نگه داریم. بسیار تشکر، برتان آرزوی موفقیت دارم. تیم حریفتان را خیلی منتظر نمیمانیم، اگر موافق باشین دعوت کنیم از اونا همچنان. خوب از دوستا دعوت میکنیم به افتخار تیم دوستی هم خوب کف بزنین. سلام، شبتان بخیر، بسیار زد خوش آمدین. سلام، شبتان بخیر، بسیار زد خوش آمدین. از شما در اول یک معرفی میداشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر کاری که همت بسته گردد، به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب رحیمی صاحب، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون یک تماشا میکند. لطف الله محمدی است، محصول 15 انجینری جیولوژی معدنی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و یک تن از اشتراک کنندگان رقابت یک. بسیار خوش آمدید لطفا جان، انشالله که برنامه خوب داشته باشیم. قبل از اینکه از تو سوال کنم اول معرفی رو میگیریم، بعدش از سوالات زیادی دارم. سلام به خودت، شبتان بخیر و برنامه رو خوبه، خوش آمدید. خودت بسیار کوتاه معرفی داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما تیم مقابل و حاضرین در تالار. سیف الدین محمدی هستم، یکی از اشتراک کنندگان رقابت یک. بسیار خوش آمدید. شما همچنان از کدام ولایت هستی خود لطفا جان؟ بغلان. از ولایت بغلان، ولایت زیبای بغلان. کدام ولسوالی؟ ولسوالی تالا و برفک. چی؟ تالا و برفک. تالا و برفک؟ بله. خواه اینه بر ما بگو که نام خدا فوق العاده معقول زیبا صحبت میکنی خودت. آب هوای بغلان چگونه است لطف الله جان؟ آب هوای گرمتر است. گرمتر است نسبت بر کابل. بسیار خوب، خوب است، خوش آمدین هر دوی شما. از بغلان آمدین یا همینجا هستین؟ اینجا زندگی میکنین؟ فعلا کابل زندگی میکنین. مصروف چی کار هستی لطف الله؟ مصروف محصل هستم. محصل هستی در رشته انجینری بود؟ بله. بسیار عالی. وضعیت محصلین رشته چگونه هست؟ بالخصوص محصلین پل تکنیک و محصلینی که در پوهنتون کابل مصروف درس خواندن هستند. حالا شما در بین محصلین هستین، شما جوانا بین اونها هستین و شما از حالتشان خوب تر درک میکنین و حالتها را اونجا میبینین و کمی در رابطه با وضعیت محصلین همچنان بر ما بگو. وضعیت محصلین خوب هستند. فیلحال ما که در جریان سمستر در ما پانتونی که هستم فعلا خوب هستند. چگونه است؟ شور و شوق و علاقمندی جوانان به خاطر درس خواندن؟ شور و شوق هست، اما مثل سابقه شان هست؟ مثل سابقه نیست. مثل سابقه واری خود کمتر است. قسمی که در جریان هستیم خود ما انگیزه و چه بسیار کم است. انگیزه و امید در وجود جوانان ما کم است. خب ما میخوایم از خود بپرسم که دلیل چی است؟ حالا چرا انگیزه و امید در وجود جوانان، در وجود محصلین کم است؟ یک دلیلش همین اقتصاد باشد که فعلا اقتصاد مردم خیلی ضعیف هستند که این باعث شده مردم کمی انگیزش پایین باشند. یکی از دلایل شاید اقتصاد باشه؟ بله. دلیلش شاید نداشته باشه. حالا خودتان از خود بگوین که چقدر درس میخوانین، روزانه چند ساعت درس میخوانین و اهداف و پلانهای خودت چی است به خاطر آینده و به خاطر یک دورنمای خوب داشتن؟ بله. من روزانه شاید تقریبا 6 ساعت یا 7 ساعت درس میخوانم. در آینده میخوایم که انجینر یا دکتر شوم. لطفا چگونه باید محصلین ما انگیزه بگیرن به خاطر درس خواندن؟ به خاطر درس خواندن انگیزه از طرف فامیل باید برشون داده شود، همچنان استاد انگیزه بیتن تا بتواند یک شاگرد یا یک محصل صحیح
سالم بدرخشد. بدون شک فامیل دوستان نقش اساسی و عمده را داره، اما در پهلویش باید از هموطنان ما، جامعه همچنان برای محصلین، برای جوانان ما که بدون شک امید یک کشور هستند و پایه های اساسی یک کشور را جوانانشان داره، باید است که جامعه هم در این قبال مسئولیت داره و باید برای جوانان امید ببخشند، برشان انگیزه بدن تا اینکه اینا بتوانند به اون موفقیت هایی که میخواین برسند درس به خوبی بخوانند و هیچگاه شرایط را و وضعیت را هیچ وقت دلیل نبیارن که شرایط و وضعیت باعث شود تا ای که اونا انگیزه نگیرن به خاطر درس خواندن. به هر صورت امشب برنامه رقابت یک شاهد رقابت فوق العاده خوب بین تیم های دوستی و صمیمیت هست. میریم مستقیم دوستان عزیز، خوب تشویق داشته باشید، مستقیم میریم به طرف مرحله اول. گیم اول، گیم مرحله اول ما دوستا آماده هست و ما میخواییم که تیم دوستی گیم را اول آغاز کنه. از تیم دوستی کدامتان میخواییم که اول گیم را اجرا داشته باشین؟ لطف الله خودت میخوایی اجرا کنی، بیا لطف الله جان، این قسمت خودت میتونی بشینی؟ لطف الله تو بیا، تو گیم اجرا کجا میشینی؟ لطف الله، در یک پوف باید تمامی شما را خاموش کنی. خوب است؟ آماده هستی؟ انشالله. کمی بلندتر انشالله. و پر از انرژی صحبت کن. خوب است؟ دوستا تشویق کنین. 3 2 1 برو بخیر. بس. بسیار پفت ضعیف بود لطف الله. توانستی که 8 امتیاز بگیری. خوب است. اما قسمت دوباره استفاده شو لطف الله جان. تیم دوستی توانست 8 امتیاز را بگیره از مرحله اول و لطف الله. به نظرت سخت بود کیم؟ نه آسان بود. آسان بود. چرا کمی که قوی تر پف نکردی؟ باش مرحله بعدی چانس بعدی. خب باز در مرحله بر تو دیگه این فرصت نمیتونی که پف کنی. در این مرحله باید پف میکردی، تمامی شما را خاموش میکردی و ده امتیاز را میگرفتی. خب حالا دوست دارین یک چانس دان استفاده کنید در این مرحله؟ بله. مشوره داشته باشین؟ چی بسید؟ استفاده میکنین یا اکتفا میکنین به می 8 امتیاز؟ چطور اینه؟ بفنی؟ مرحله دوم و سوم من باقی است. گیم های مرحله دوم معمولا آسان است، مرحله سوم گیم فوق العاده چالشی است. دوست دارین در مرحله دوم و سوم استفاده کنین یا در این مرحله؟ مرحله استفاده میکنن. بله لطف الله میخواد که یک چانس خود را استفاده کنه و ببینیم که چند امتیاز را در مرحله اول از یک چانس خود که البته استفاده کردن از یک چانس دیگر خود میخواین استفاده کنن. ببینیم چند امتیاز را میگیرن. بله دوست عزیز، گیم مرحله اول آماده هست و تیم دوستی میخواد از یک چانس خود استفاده کنه. 8 امتیاز اینا دارن و ببینیم که چانسی که میخوان استفاده کنن چند امتیاز دیگر را به نفع تیمشان اینا میگیرن. خب دوستا از بین شما لطف الله خودت یا هم دوستت کدامتون میخواین اجرا داشته باشه؟ من دوستم صفی خودت میخوای اجرا کنی. خوب است صفی جان، خیلی اون قسمت ساده شو و در یک فوت بعد شما خاموش شو. آماده هستی؟ یک کمک پوف یا فوت قوی داشته باش که 10 امتیاز را بگیرین. خوب است؟ دوستا تشویق کنین، شما هم تشویق داشته باشین. سفیر 3 2 1 برو. بس. سیف الدین 7 امتیاز گرفت. نامش سیف الدین است یا سیفو؟ خود سیفو میگفتی. بر صورت عالی بود سیف الدین جان، بشین استادش اونجا. سیف الدین 7 امتیاز گرفتی. من از تو خواهش کردم که پف قوی تر داشته باشی، اما پف تو از لطف الله هم کرده ضعیفتر بود. 7 امتیاز گرفتین، 8 امتیاز هم داشتین، مجموع امتیازات شما شد 15 امتیاز و خوب است. 15 امتیاز از یک چانستان را هم استفاده کردین. مرحله دوم و سوم باقی است، کوشش کنین در مراحل بعدی امتیازات بیشتر بگیرین. خوب است؟ تشکر دوستا. دوستا از تیم صمیمیت کدامتون میخواین گیم اجرا داشته باشین؟ من میخوام اجرا کنم. خودت میخوای اجرا داشته باشی؟ پس بیا این قسمت استاد شو و بریم ببینیم دوستا که تیم صمیمیت از مرحله اول چند امتیاز را به نفعشان میگیرن. عبدالله آماده است تا گیم را اجرا کنه. دوستا شما هم تشویق کنین. عبدالله آماده هستی؟ بله. 3 2 1 برو. تشکر دوستا. عبدالله جان عالی بود. عبدالله در یک
پف تمام شما را خاموش کرد. 10 امتیاز را گرفتین شما. عالی بود. عالی. خوب پیش رفتین. همین قسم اگه در مرحله دوم هم 10 امتیاز بگیرین، در مرحله سوم هم 10 امتیاز بگیرین، شما برنده پول میشین. حالی بودین. در مرحله اول بسیار خوب امتیاز گرفتین. خوب از دوستات. تشکر، تشکر. دوستان عزیز، شما هم دیدین که در مرحله اول دوستای ما یک طرف تیم صمیمیت 10 امتیاز گرفت و تیم دوستی مجموعاً امتیازاتش شد 15 امتیاز و نگفته نمونه که یک چانس هم اینا استفاده کردن و ببینیم که در مراحل بعدی چی میکنن. حالا هم وقتش است که بریم طرف یک میان برنامه بسیار کوتاه. زود زود برمیگردیم، جایی نرین. بسیار تشکر دوستا، دوباره برگشتیم. ادامه برنامه رقابت یک هست، مرحله دوم هست و ببینیم که اتاق فرمان در مرحله دوم کدام گیم را به این دوستان پیشنهاد میکنه. اما قبل از اینکه بریم طرف گیم، ما دوست دارم از عبدالله بپرسم. عبدالله از کدام ولایت زیبای افغانستان است؟ از ولایت لوگر. ولایت زیبای لوگر. از کدام قسمت ولایت لوگر؟ ولسوالی چرخ. ولسوالی چی؟ چرخ. چرخ. عبدالله جان، در مورد فرهنگ و کلتور مردم لوگر بر ما کمی بیشتر بگو که در روزهای خاص، در مراسم‌های خاص چگونه فرهنگ ها داره شما؟ ما در روزهای خاص، مثلا روزهای جمعه باشه، روزهای پنجشنبه باشه، زیادتر مردم ها تا از ولایت‌های دیگه به جاهای تفریحی داریم. خیلی خوب جای تفریح است که حال فعلا که فضا امن شده، از زیادتر ولایت‌ها به اونجا میاد که به نام مولانا صاحب یک دره است. خیلی دره زیباست، مردم برای دیدن از او برای میله روزای پنجشنبه و جمعه حتما میان. بله، از ولسوالی های ولایت لوگر تمام ولسوالی های شده که خودت دیدی؟ نه. سفر داشتی؟ نه ندیدی. در کل چند ولسوالی داره؟ تقریبا 6-7 ولسوالی داره. 6-7 ولسوالی داره و ولایت بسیار کوچک است. اما ندیدی تمام ولسوالی های شهر؟ زیاد نگشتیم از خاطر. از جاهای مکانهای تفریحیش اگر برام بگی کجاها هست؟ مکانهای تفریحی ولسوالی ولایت لوگر. از ولایت لوگر دقیقا حالا نمیفهم، نگشتیم زیاد. از ولایت لوگر باشی و در مورد ولایت لوگر نداری، نمیفهم دیگه چی میگه. مربوط گشتن میشه. خب ما یک خیلی دیگه از همون لوگری های بدل هستی. خودت از کدام ولایت هستی؟ پروان. از ولایت زیبای پروان. ولایت زیبای پروان دیگه اینمی وقت در اینمی روزها خوب آب و هوای خوب داره دیگه، معتدل است. خوب است، نظر دیگه ولایت ها، ولایت های ولایت ما خوبتر است دیگه، سرتر است. من در چند برنامه دیگر هم از ولایت زیبای پروان اشتراک کننده داشتم در مورد فرهنگ و کلتورشان، از اونا هم پرسیده بودم. اونا هم چنان کم و بیش معلومات داشتن، اما از خودت هم میخوایم بپرسم که فرهنگ شما مردم چه هست بیشتر؟ خب طبق معمول اکثر مردم افغانستان فرهنگش مشترک میباشه. هم فرهنگ خاصی که مردم پروان داره و دیگه ولایت نداره، او چی کدام فرهنگ است؟ فرهنگی مقصد اینجا دوستای ما از ولایت پروان هست، همکاران ما همچنان. یک ذره فرهنگی تو مردم ساتر هستم حساب. مردم ساتر هست، ایشت فرهنگ؟ چی بکنم؟ خب برصورت از غذایش بجز از شوربای چارکاری یا شوربای تند و تیزه که مشهور است، بسیار هموطنان ما دوست دارد، از غذایش برای ما بگو. از غذایش شلی قربندیست که خیلی مشهور می باشه دیگه. از قربندیستی از پروان؟ قربند مربوط پروان است. خب قربند مربوط پروان است. خب خیمه خبر نداشتم. پروان هشت ولسوالی داره؟ یک ولسوالی هش قربند است. نه قربند یک دره است، چهار ولسوالی مربوطش میشه. مرا به خدا گنگز کردی دوستای ما. خب غذای مشهور ولایت پروان شوله قربندی است. همه تر است؟ شوروای چارکار است. شوروای چارکار است دیگه. امی دو غذاش خیلی مشهور است. دیگه غذاش خیلی مشهور است. دیگه ولایت داری. خب چی وقت ما را یک میمونی میکنی در ولایت پروان؟ یک شوروای اما تا تند و تیز چارکاری بر ما آماده میکنی هر وقتی بخوایم. هر وقتی باشه. خوب از دوستا بسیار تشکر. چند لحظه خواستیم صحبت داشته باشیم برای دوستای ما که دق نبیارن و ما میخوایم که بریم طرف مرحله دوم. شما دوست دارین کدام گیم در مرحله دوم برتان پیشنهاد شود؟ عبدالله خودت. ملا با
گماش بلد نیستم. آشنایی نداری. با خودت مبین؟ هر گیمی باشم، گیمی فوت گل که میزنی. گیم گل میخوای در مرحله دوم برات بیایه؟ این دوستان میخواین در مرحله دوم گیم هدف برشان از طرف اتاق فرمان پیشنهاد شوه. از شما چی؟ شما دوست دارین لطف الله خودت کدام گیم برتان پیشنهاد شوه؟ اتاق فرمان هرچی اتاق فرمان هرچی فرمان داد فرمان دادم. خودت چی؟ همون قسم خودت هم همین قسم. بله لطف الله جان. بله. ورزشکار هم هستی؟ ورزش میکنی؟ بله. چی ورزش میکنی؟ فوتبال میکنم. فوتبالیست هستی. بله. چند سال شده فوتبال میکنی؟ تقریبا 3 سال شده. 3 سال شده که در رشته ورزشی. بله. فوتبال خودت فعالیت داری. بله. از جریان مسابقات تگه بر ما یک خاطره خوشت بر ما بگویی. یک خاطره خوش داشتم به منحیز کیپر بودم. کیپری احساد کرد و چندان کیپری هم بلد نبودم. و شام تو مسابقه دوستانه داشتیم که پری استاد کرد یک توپی و تو بسیار بلند آمد دستم نرسد اما تو دست خود بلند کم افتیدم تو ملاخ خوردم. ملاخ خوردی هستی؟ ملاخ خوردم افتیدم دستم بر آمد. ای بعدش دیگه خاطره خوشت هست. خاطره خوشت هم هست که دستش بر آمد. خب بسیار تشکر. تشکر دوستا. میریم مستقیم طرف مرحله دوم گیم دوم. گیم مرحله دوم است و تیم صمیمیت باید این گیم را آغاز کنن. از تیم صمیمیت کدام تان میخواین اجرا داشته باشین؟ مبین جان. من میخوام اجرا. عبدالله خودت یا مبین؟ من میخوام اجرا کنم. بیا مبین جان. مبین جان این گیم قسمی است که تو 20 توپ پینگ پانگ حق داری، درست است؟ و هر توپ پینگ پانگ را باید از قسم با زمین تاج داشته باشه که یک تاج داشته باشه و بعدش توپ بالای بوتل را به زمین پرتاب کنه. خوب است، آماده هستی؟ برات آرزوی موفقیت دارم. دوستا شما هم خوب تشویق کنین. 3 2 1 شروع کن. میتونی بشینی، میتونی بشینی، 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 برو بخیر. شروع کن. آها یک توپ، دقت داشته باش مبین، دقت داشته باش. برو دوم، سوم، چهارم، نقد داشته باش. پنجم. آفرین دوستا، تشویق کنید. ششم، هفتم، یازدهم توپ. نو توپ دیگه حق داری. برو برو، نو توپ حق داری. چرا؟ برو برو دوستا، تشویق کنین. شما هم تشویق کنین. 12. آفرین. 13. 14. 15. 16. 4 توپ دیگه حق داری. 17. 18. 19 و ایام آخرین تو. تشکر. تشکر. به جای مخصوصتان برین. بسیار تشکر. مبین خودت فقط چند امتیاز گرفتی؟ 6 امتیاز. بله 6 امتیاز گرفتی. 10 امتیاز هم شما داشتین که مجموع امتیازات شما شد 16 امتیاز. دوست دارین یک چانستان استفاده کنین در مرحله یا مرحله اخیر؟ عبدالله می کنیم و دیگه سخت دیگه سخت زمین دیگه. برو میاد گرفتیم برو میاد. عبدالله میخواد که یک چانس خود را استفاده کنن و کدام تر میخواین اجرا داشته باشین؟ پس دوباره خودت میخوایی؟ یکم که عبدالله جان. بله. مبین جان بیایی خودت قسمت صداد شو. مبین دقت بیشتر داشته باش. بله. و کمی سرعت هم داشته باش. یک قسم نامید بودی بسیار. یک توپ را میزدی و موقعه در پیدا میگردی. بعدش یک ساعت فکر میکردی، طرف مسئله میکردی که چی کنم. خب بر سرعت امیدوار هستم در یک چانس یک قسم نکنی. دقت داشته باش، سرعت هم داشته باش. بله. خوب است، 20 تا پک داری. دوستا میره میبینیم که مبین جان یک چانس خودم میخواد استفاده کنه. در ضمن 16 امتیاز هم مبین داره. ببینیم که چند امتیاز دیگر به نفع تیم صمیمیت میاره. مبین آماده هستی؟ بله. آماده هستی؟ دوستا شما هم تشویق داشته باشین. 3 2 1 برو بخیر.
پنجم تو. پنج توپ دیگه داری، چهار توپ دیگه، چهار توپ دیگه. یک، سه توپ دیگه داری. مجموعه امتیازات شما شد 26 امتیاز. 4 امتیاز دیگه دوستا شما نیاز دارین. شاید امشب برنده داشته باشیم در برنامه رقابتی یک و شاید شما اولین برنده برنامه ما باشین. بسیار عالی رفت پیش رفتین. یک از شانس اولتان تجربیه که خودت مبین داشتی، نتونستی امتیازات مکمل را بگیری، 6 امتیاز گرفتی، اما در شانس دوم تجربه شد برات و خوب امتیاز گرفتی، 10 امتیاز مکمل را گرفتی. چه احساس داری مبین؟ چه فکر میکنی؟ خب احساس خوب دارم. امیدوار هستم که مرحله بعدی را بتونین 4 امتیاز بگیرید. 4 امتیاز امتیاز کم است. کوشش کو دقت داشته باشین هر دوی تان، عبدالله مبین. اما یک چانس تان عزیز دادین، یک چانس دارین فقط. چانس دیگری نیست در کار. فقط یک چانس دارین، دم یک چانس، 4 امتیاز، امتیاز کمی است. امیدوار هستم که شما بتونین گرفته. خب از دوستای ما در تیم دوستی شما هم امتیازتان 16 امتیاز هست و یک چانس دارین. از یک چانس تان اگر استفاده خوب کنین 10 امتیاز رو بگیرین، برتان اتاق فرمان یک چانس طلایی میته. اگر 10 امتیاز نگیرین برتان متاسفانه که چانس داده نمیشه. یک چانس داریم یا دو چانس؟ فعلا یک چانس دارین، از یک چانس تان استفاده کردین. خوب از دوستا آماده هستین؟ بریم ببینیم که تیم دوستی چند امتیاز میگیره. یکی یک چانس هم دارن، اما امیدوار هستم که 10 امتیاز رو بگیرن تا اینکه اتاق فرمان یک کمک رحم کنه و یک چانس دیگه هم برشون بده. تیم دوستی کدام تان میخواین اجرا داشته باشین؟ ما میخواییم. خودت لطفالا جان بیا. لطفالا 20 توپ حق داری و با گیم خوشنایی داری دیگه. درست است، دوستا را دیدی که چگونه اجرا کردن. خوب است، امیدوار هستم ده امتیاز را بگیری. تشویق کنین دوستا، 3 2 1 برو. آفرین. چهار، نام خدا، 5 6 8 لطف الله جان، آفرین، نام خدا، نام خدا، نام خدا. 10 امتیاز گرفتی، 6 امتیاز، 16 امتیاز هم داشتین، مجموعی امتیازاتتان شد 26. خب مرحله دوم شما چند امتیاز داشتین؟ مرحله اول 8 امتیاز. 8 امتیاز؟ 7 امتیاز هم دیگه گرفتین، 15. در این مرحله هم 10 امتیاز گرفتین، 25. خب چرا میگین 26؟ تو شما گرفتین. خب من شوخی کردم امرایتان، من میخواستم ببینم که چقدر شما صادق هستین. ما حساب نگرفتین. اردیتان میخواستین در جانو ما بزنین. برصورت 25 امتیاز شما دارین، 26 امتیاز تیم رقیبتان داره. عالی است. 5 امتیاز شما نیاز دارین، 4 امتیاز اونا نیاز دارن. امشب ببینیم که آیا هر دو تیم قهرمان میشه و 100 هزار برنده میشه. البته 100 هزار یک تیم، 100 هزار هم تیم دیگه که بودجه برنامه رقابت یک در یک شب میتونه به دو تیم قهرمان داده شود و امیدوار هستم که امشب قهرمان داشته باشیم. خوب از دوستان عزیز تشویق داشته باشین، میریم طرف یک برنامه بسیار کوتاه، زود برمیگردیم، جای نرین، برنامه رقابت یک ادامه داره.
دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، بیننده های خوب تلویزیون یک. برنامه رقابت یک ادامه داره و در بخش سوم برنامه در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. قبل از اینکه بریم طرف گیم مرحله سوم، ما میخواهیم از تیم صمیمیت از عبدالله بپرسم. عبدالله، اگر با 100,000 افغانی را امشب احتمال 90% میره که شما یا هم عریفتان، چون 4 امتیاز شما نیاز دارین، 5 امتیاز اونا، احتمال میره که شما امشب برنده شوین. حالا اگر 100,000 افغانی را شما برنده شدین، چی میکنین با اون پول؟ چی تصمیم داری؟ تصمیم ما خواست اول خواهد اگر برندشم بخیر بین خودم و تقسیمش میکنم و بعضو در تحصیلی که خودم دارم، بخاطر که فعلا در کنار پانتونم کورسارم شروع کردم و خرچ کورسم میشه دیگه، مثلا چیز شخصی و نگاه اقتصاد خانواده خیلی ضعیف است از او خاطر. بله. کوشش میکنم همین یک همکاری با پدرم باشه. خوب است. حالا میشه که یک قسمت از تحصیلاتت را، البته یک بسیار وقت خودت میخوای درس بخونی، یک قسمت شما میتونی که از این پول استفاده کنی و هزینه تحصیلاتت شوه. و در پهلوی از این چقدر شا کمک میکنی به فقرا، نیازمندا، کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنن؟ تا که بتونم. تا که بتونی چقدر شما میخوای؟ یعنی اگر بتونم که مثلا 10,000 افغانیش یعنی بسنده خودم باشه، امکان داره که 10,000 شو با مسکینام یا با فقیرام کمک کرده بتونم. دوست دارم از مبینم بپرسم. مبین، خودت با او پول چی میکنی؟ قسمی که عبدالله جان گفت، اول خواه اولویت مصرف تحصیل ماست و در قدم دوم اون مصرف تحصیل میشه دیگه. تمام شما میخواییم مصارف هزینه مصارف تحصیلت کنیم. بله. خوب است، خوب است. امید دارم که شما امشب برنده شوین و شما هم چانس دارین. یعنی یک امتیاز بیشتر از اینا شما نیاز دارین، اما دقت داشته باشین، چیزی ناممکن نیست، امکان داره که شما همچنان قهرمان شوین و هیچ مشکلی نیست. میشه که ما امشب دو تیم را برنده داشته باشیم، 4 اشتراک کننده ما برنده شوند، یعنی هیچ مشکلی نیست و پالیسی برنامه هم هیچ کدام محدودیت بالای ازی وضع نکرده که یک تیم باید از برنده شود. چون رقابت بینتون خیلی خوب بود، شما هم امتیازات خوب گرفتین، اینا هم امتیازات خوب گرفتن و از خودت میشنویم. لطف الله، خودت اگر 100,000 افغانی را برنده شوی چی میکنی؟ 100,000 برندشم اول تقسیم میکنم بین دوستیم و بعد همو چی میگم، خرج مصرف و تحصیل. خودت هم دوست داری که هزینه تحصیلاتت بله. کنی و خودت چی؟ خودت هم دوست داری که مصرف تحصیلاتت شوه. بله. خوب از دوستا، اگر آماده باشین و موافق باشین که بریم به طرف گیم مرحله سوم، آماده هستین؟ شما هم آماده هستین دوستا؟ خوب است دوستا، خوب تشویق داشته باشین. میریم میبینیم که کدام گیم را در مرحله اخیر، مرحله است که واقعا برش لحظه شماری میشه، ببینیم آیا امشب برنده داریم یا خیر. خوب تشویق کنین شما دوستا. گیم مرحله سوم هست. این بازی قسمی است که شما دوستا 10 توپ پینگ پانگ حق دارین و باید 5 توپ پینگ پانگ وارد این حلقه شوه. یعنی این را هم باید شما پف کنین، فوت کنین و هدایت کنین به سمت ای. درست است؟ ما میخوایم به دلیل ای که امتیازات شما کم است، 25 امتیاز شما هستین، و میخاطر شما باید از این گیم را اول اجرا کنین. لطف الله، خودت میخوایی اجرا کنی یا دوستت؟ من میخوام. لطف الله میخواد اجرا کنه. خوب است. لطف الله بیا این قسمت استاد، شو خودت میتونی بشینی و لطف الله جان بلد. فقط یک چانس داری، 10 توپ پینگ پانگ. انشالله. درست است؟ آماده هستی؟ دقت داشته باش زاویه های توپ پینگ پانگ را. با دقت انتخاب کن. خوب انتخاب کن تا اینکه هدایت شوه به این سمت. دوستا به نظرتان لطف الله میتونه؟ میتونه. تشویقش کنین پس. 3-2-1 برو. اولش نشد، دومم نشد. تشویق کنین دوستا، تشویق کنین. سومم نشد. چهارمم نشد. پنجمم نشد. لطف الله بیشتر استرس داری، استرس تکم کن، استرس تکم کن، میتونی 5 توپ دیگه حق داری، برو. 5 توپ پینگ پانگ، توپای سرنوشت ساز. آها، 4 توپ دیگه.
کمی پشت 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 سر بان کرد پشت سر نیره کرد پشت سر بان اینی قسمت ها اینی جا باید شما بانیم خب خیلی یک چساب میکنیم برطان برو برو آها سه توپ دیگه دوست ما فوق العاده است درست داره او دست خونه و یک توپ دیگه هم دوستا تشویق کنین تشویق کنین لطفلا جان 27 امتیاز شما گرفتین 3 امتیاز کم آوردین 3 امتیاز فقط خب بر صورت خیر یک چانس دیگه هم میشد یک چانس دیگه ببینیم که اتاق فرمان چی تصمیم میگیره خودتون قسمت به جای مخصوصت برو دوستا گیم را خود دیدین عبدالله مبین گیم چگونه بود به نظرتان گیم سخت است سخت است بله. نیست قدر هم سخت نیست 10 توپ پینگ پونگ دارین شما 4 توپ پینگ پونگ را وارد حلقه کنین شما برنده شدید ظاهرا آسان معلوم میشه خب ولی توپ هم کم است دیگه فقط زاویه را دقت داشته باشین بله زاویه ای بازی را دقت داشته باشین توپ ها را زاویه قسم تعیین کنین که در یک فوت کردن باید وارد این حلقه شوه دو توپ وارد از یه است خب بله شما کدام تان میخواین اجرا کنین عبدالله یا مبین منه مبین بیا مبین جان مبین جان این قسمت است چو باز هم میخوایم تذکر بتم که دو توپ پینگ پانگ وارد و حلقه هست بله. شما باید از 10 توپ 4 توپ را بتانین واردی حلقه کنین و برنده برنامه امشب باشین آماده هستی دوست خودت دوستا تشویق کنین 3 2 1 برو بخیر تشویق کنین دوستا تشویق کنین دوام سوام چهارم پنجم پنج توپ دیگه داری پنج توپ دیگه ششم هفتم سه توپ دیگه فقط سه توپ دیگه سه توپ حق داری و هر سهش باید واردی حلقه شوه دو توپ تشویق کنین دوستان تشویق کنین برو 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 یک یک توپ دیگه حق داری برو 28 امتیاز به جای مخصوصتان بره تشکر دوستا بسیار تشکر شما مجموعاً امتیازاتان 28 امتیاز شد 2 امتیاز کم آوردین میخواین یک چانس بگیرین عبدالله بله یک چانس میخوای بگیری بله خودت چی میبین میخوام تا میخوای یک چانس بگیری دوستا بله. چانس بدین برشان دوستا میگن نه بله شما چی میگین چانس برتون داده شوه دوست دارین چانس برتون داده شوه متاسفانه که داده نمیشه خب بر صورت 28 امتیاز شما گرفتین عالی بودین فوق العاده بودین اگرچه برنده نشدین اما در امتیاز شما برنده شدین و بازی و یا هم گیم برنامه فوق العاده خوب با شما داشتیم و واقعا خوش گذشت امید که با شما هم خوش گذشته باشه بخیر بخیر نکته پول مهم نیست پول فقط به دلیل ای در برنامه جا داده شده تا ای که شما رقابت خوب داشته باشین اما ای کاش میتونستین که از او 10 توپ 4 توپ را وارد یلقه کرده ای کاش میتونستین یا ای کاش میتونستین که یک چانستان را در اخیر نگاه کنین خب خیر بر صورت 28 امتیاز تبریکتان باشه حرف و پیام اگر باشه عبدالله از خودت میشنویم بخیر باشه کدام پیام خاص ندارم فقط در موقع گفتم تونم به جوانان که کسایی که جوانان همون جوانانی که پدر مادرشان زنده هستن به می زندگی یا هرچی میتونن خدمت پدر و مادر را کنن
بخاطر که آخر کامیابی آخرت و دنیاش که از دمی است. فقط همه قدر که خدمت پدر مادر و دعای پدر مادر را باهر داشته باشه. چقدر یک پیام مقبول زیبا دادی. به افتخار اینا و به افتخار پدر و مادر ها. بسیار تشکر. تشکر عبدالله جان. برات آرزوی موفقیت دارم. زنده باشی. اصالت مبین جان. مشتمیم صحبت های اخیر ته. خب من کدام گفتنی خاصی دیگه ندارم. امیدوار هستم که کشور ما باد شوه و برای جوان ها گفتنی من میستن که در حالت که وضعیت خراب است با وضعیت بد اقتصادی قرار دارین از این وضعیت استفاده خوب بکنند برای خود انگیزه بدهند ایده های جدید برای خود ایجاد بکنند و اهداف خوب تعیین کنند با امیدی موفقیت و آبادانی کشور. بسیار تشکر. به افتخار تیم صمیمیت دوستا کف بزنین. برای هر دوی شما آرزوی موفقیت دارم. از شما هم تشکر. جهان سپاس. از لطف الله جان حرف پیام اخیر تمشنویم. پیام خاص ندارم. پیام ای است که به جوانان مثل خودم مسئول مصرف درس و تحصیل که هستن است که تلاش کنید، زحمت بکشیم تا وطن آباد کنیم. بسیار تشکر از شما. شما سلامت باشین. برتان آرزوی موفقیت در تمام عرصه های زندگی دارم. از خودت هم حرف و پیامت مشنویم. پیام خاص ندارم به مردم و جوانان وطن خود. به چه هستم که اول باید توکل به خدا و بعدم تلاش و کوشش خود را بکنند. انشاءالله به هر هدفی که داشته باشند میرسند. بسیار تشکر از شما. سلامت باشین. برتان آرزوی موفقیت دارم. بسیار تشکر. جهان سپاس از همه دوستای عزیز و هموطنان و بیننده های خوب تلویزیون یک برنامه رقابت یک. اگر شما هم جوانان و نوجوانان دوست دارین که به برنامه ما دعوت شوین، پس پل ارتباطی میان ما و شما شماره واتساپ است که در روی اسکرین های تلویزیونتان همین لحظه نمایان میشه و اگر دوست دارین که به برنامه ما بیاین و یک روز را تجربه خیلی خوب داشته باشین، البته نگفته نمانه، اگر دوست دارین به عنوان بیننده بیاین به تلویزیون یک و برنامه رقابت یک، شما هم میتونین که به ما شماره واتساپ پیام بگذارید و همکاران ما حتما شما را به زودترین فرصت دعوت میکنه و یک شب و یک روز خیلی خوب، یک تجربه خیلی خوب با ما میداشته باشین. و به هر دلیل اگر نمیتونین بیننده برنامه و یا هم نتونستین بیننده برنامه امشب بوده، سری بزنین به صفحات سوشال میدیا، بالخصوص صفحه یوتیوب تلویزیون یک و همچنان صفحه فیسبوک تلویزیون یک و اونجا همچنان برنامه رقابت یک هست، میتونین اونجا برنامه ما را ببینین و همیشه ازتان حمایت میخوایم که حمایت کنین، نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم به خاطر بهبود شدن برنامه رقابت یک نظریات و پیشنهادات شما را پیاده میکنیم در برنامه رقابت یک. جهان سپاس. تشکر از همگی دوستای عزیز و از همه همکاران عزیزم که تا این وقت شب در دفتر ماندن و زحمت کشیدن و برنامه را ما ثبت کردیم. جهان سپاس از همگی تا اینکه فردا شب رأس ساعت 9 شب خدمت شما حاضر میشم. همه شما را به الله منان میسپارم. بدرود. تا دیدار بعد.